کار غیر منتظره و توهین آمیز طالبان درست پس از سخنرانی دکتر عبدالله در قطر و همچنان مذاکرات لحظه و لحظه قطر، سخنرانی ها، تصمیم ها، حاشیه ها و نکات جالب دیگر که اتفاق افتاد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. مذاکرات قطر لحظه به لحظه، سخنرانی ها، تصمیم ها، حاشیه ها. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید که این سازمان قربانی هایی را که در افغانستان داده بیهوده نبوده و اکنون این کشور پناهگاه امن تروریست ها نیست. او در نشست افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی از طریق ویدیو کنفرانس گفت افغانستان به پیشرفت های عمده در سالهای گذشته دست یافته است و در گفتگوهای پیش رو این دستاوردها باید حفظ شود. دبیر کل ناتو مذاکرات پیش رو را بهترین فرصت برای پایان جنگ در افغانستان توصیف کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست افتتاحیه اولین مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از طریق ویدیو کنفرانس گفت که زمینه برای برقراری صلح در افغانستان فراهم شده است. به گفته او افغانها باید محتویات مذاکرات را خودشان مشخص کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که روند صلح همه را امیدوار کرده و با تأمین صلح زمینه بازگشت هزاران مهاجر افغان فراهم می شود. نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده افغانستان در حاشیه نشست افتتاحیه به خبرنگاران گفت اگر انتخابات شود ملا هیبت الله رهبر طالبان حتی یک رای هم نمی گیرد. این گفته ها را او در حال ابراز کرد که یکی از خبرنگاران از او پرسید که اشرف غنی هم مشروعیت درست ندارد چون بیشتر از 1,000,000 رای نیاورده است و آن هم با تقلب. نادر نادری گفت که اگر انتخابات شود ملا هیبت الله یک رای هم گرفته نمی تواند چون تا به حال پت بوده است. سابرامینیا جایشانکار وزیر خارجه هند در روز نخست نشست بین الافغانی گفت باید به استقلال و حاکمیت ملی افغانستان و حقوق بشر و دموکراسی احترام گذاشت. حقوق اقلیت‌ها باید رعایت شود. خشونت نباید ادامه یابد. در همین حال خبرگزاری افق می‌نگارد هیئت طالبان بعد از سخنرانی دکتر عبدالله کف نزدند. وزیر خارجه پاکستان در نشست افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی در دوحه گفت پاکستان و عمران خان برای مدت زیادی گفته است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و راه حل سیاسی تنها راه است. خوشحالیم که دیدگاه ما از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است و خوشحالیم که مسئولیتمان را عملی ساختیم. شاه محمود قریشی افزود مذاکرات پیشرو مذاکراتی است که در آن افغانها می توانند درباره آیندهشان تصمیم بگیرند و در مورد سرنوشت خود بدون دخالت بیرونی تصمیم بگیرند. پاکستان از منازع افغانستان آسیب زیادی دیده است. انسانها در پاکستان بیجا شدند. شهروندان و نیروهای امنیتی پاکستان قربانی دادند. عباس استانگزی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید آتش بس موضوع بحث در مذاکرات صلح است. وزیر خارجه ترکمنستان در آغاز نشست بین الافغانی این نشست را یک گام مهم در راستای امنیت و ثبات افغانستان دانست و گفت موقف ما درباره افغانستان روشن است و آن حل مسالمت آمیز تمامی مسائل از طریق گفتگو است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم آغاز مذاکرات بین الافغانی گفت ما قصد تحمیل نظام خود بر دیگران را نداریم. وزیر خارجه آمریکا گفت افغانستان نباید بار دیگر پایگاه امن تروریستان شود. تمام جهان می خواهد روند صلح موفق شود. آمریکا طرفدار افغانستان متحد و دموکراتیک است که با خود و همسایه ها و جهان در صلح باشد. افغان ها آرزو دارند بدون دخالت خارجی ها
امور خود را به پیش ببرند. وزیر خارجه آمریکا گفت: به یک دیگر احترام بگذارید، صبور باشید، دعا میکنم که از این موقع استفاده کنید. پامپیو گفت: آمریکا 11 سپتامبر را فراموش نخواهد کرد و از تعهد طالبان استقبال میکنیم که به گروه‌های مانند القاعده اجازه فعالیت در افغانستان را نمیدهد. پس از پایان سخنرانی عبدالله عبدالله، سخنرانی ملا برادر در مراسم آغاز مذاکرات بین الافغانی آغاز شد. ملا برادر گفت که افغانستان باید یک نظام اسلامی داشته باشد که تمامی شهروندان خودشان را در آن ببینند. ملا برادر گفت: ما می خواهیم که افغانستان مستقل پیشرفته و دارای یک نظام اسلامی باشد که تمام شهروندان افغانستان در آن خود را ببینند و به صورت برادرانه زندگی کنند. نشست افتتاحیه با سخنرانی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی آغاز شد. عبدالله می گوید: ما به نیت پایان جنگ به اینجا آمده ایم و مردم ما یک نظام بر بنیاد قانون اساسی را می خواهند. جنگ افغانستان برنده و بازنده ندارد و مشکلات باید از راه مذاکره حل شود. عبدالله گفت: باور داریم که مثل دو برادر مشکل ما را از راه مذاکره حل خواهیم کرد و دست به دست هم بدهیم تا افغانستان را از مشکلات نجات دهیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت: ما موظف به ارزش‌های دموکراتیک و حفظ زیرساخت‌های هستیم که در چند سال گذشته به دست آمده است. محال است افغانستان به گذشته برگردد. مردم افغانستان نمی‌خواهد به گذشته برگردد. عبدالله گفت که سال زمینه برگشت میلیون‌ها مهاجر افغان را به کشور مهیا می‌کند که یکی از چالش‌های بزرگ برای مردم افغانستان است. در این نشست انیف اطمر، سرپرست وزارت امور خارجه و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شرکت نیز کرده بود و اظهار داشت: امیدواریم که هرچه زودتر یک نتیجه به دست یابیم. شکست مذاکرات صلح نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان را می تواند با خطر روبرو کند. به گفته اطمر، در این مذاکرات پیش از هر چیز روی برقراری آتش بس گفتگو خواهند کرد. گفتنی است که مذاکرات صلح افغانستان میان دولت این کشور و طالبان امروز به میزبانی قطر برگزار شد. تشکر از توجهتون. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار. کامگار و سرفراز باشید.